سلام، من زهرا هم میکاپ آرتیست هستم. به کانال من خیلی خیلی خوش اومدیم. بریم برای آموزش این مدل سایه جذاب. برای شروع ما از کانسیلرمون استفاده میکنیم و پشت پلکمون رو کانسیلر میزنیم. بعد از اون از یه اسفنجمون استفاده میکنیم و کامل پشت پلکمون فید میکنیم. این مدل سایه یکی از مدل سایه های خیلی شیک، در این حال با این سبکی که من میخوام بهتون آموزش بدم، با 3 تا حرکت میتونید این سایه رو انجام بدین و خیلی خیلی ساده هستش. بعد از اینکه کامل با اسفنج فیدش کردیم، از پودر فیکسمون استفاده میکنیم و پشت پلکمون رو کامل خشک میکنیم تا سایه خوب بشینه. بعدش از یه مداد قهوه‌ای رنگم استفاده میکنم. شما اگر مداد قهوه‌ای ندارین، میتونید از مدادای لبی که مایل به رنگ قهوه‌ای هست استفاده کنید. 2 تا خط به این شکل پشت پلکتون بکشین و پشت پلکتون رو به 3 قسمت تقسیم کنید. برای قسمت اول از مداد مشکیتون استفاده کنید و قسمت اول رو با مداد مشکی پر کنید. خطی که کشیدین رو، مرزی که کشیدین رو، با مداد مشکی کامل فیدش کنید. بعدش از سایه مشکی برای پررنگ‌تر شدن و فید کردن کامل مداد مشکیمون استفاده میکنید. مرز میانیشو حتما با براش فید کنید و از یه براش کوچیک استفاده کنید که حالت بهتری به همون بده. بعدش میایم از یه سایه قهوه‌ای رنگ استفاده میکنیم و مرزی که کشیدیم با مداد اون رو کامل فید میکنیم. بعدش مرز بین سایه مشکیم و سایه قهوه‌ایم هستش رو با یه براش فید کامل فیدش میکنیم به این روشی که توی تصویر میبینید. من زهرا میکاپ آرتیست هستم. اگر هنوز کانال من سابسکرایب نکردین، خوشحال میشم که کانال من سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتونم بفرستین. خطی که وسط سایم افتاده رو با یه دونه براش و سایه قهوه‌ای رنگ کامل فیدش میکنم. بعدش میام از یه سایه کم رنگ تر که توی تصویر عکسش رو میذارم استفاده میکنیم و مرز بین این دوتا رو از بین میبریم. دوستان یه نکته رو بهتون بگم، مرزی نباید ما تو سایه داشته باشیم. اگر مرز شما توی سایه ببینید، اون سایه دیگه اصلا سایه قشنگی نخواهد بود. با این روش، با این تکنیک، شما یه سایه اسموکی خیلی جذاب خواهید داشت و میتونید توی مهمونیاتون هم استفاده کنید و بدرخشین و خیلی سایه خوشگلیه که میتونید استفاده کنید. بعد از اینکه کامل پشت پلکم رو، لایه سومم رو فیدش کردم، از یه سایه شاین مشکی استفاده میکنم و قسمت اول سایم رو سایه شاین میزنم. این یه براقیت و یه خوشگلی خاصی به چهرمون میده و بعد کامل مرز بینشون رو فید میکنم. برای زیر چشمم هم از همون مداد قهوه‌ای رنگ استفاده میکنیم و بن مژمون رو مداد میکشیم و در ادامه از یه براش تخت استفاده میکنم و از همون رنگ قهوه‌ای رنگم استفاده میکنم و کامل بن مژم رو به سمت بالا فیدش میکنم. این روش و این نکات رو مو به مو و تیکه تیکه انجام بدین. در انتها میبینید که فاینال خیلی خوشگل و جذابی رو خواهید داشت. اگر هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردین، خوشحال میشم که کانال من رو سابسکرایب کنید. در ادامه از یه براش سرتخت استفاده میکنیم و از کرم پودرمون برمیداریم و مرز بین سایم و کرم پودرم رو کامل از بین میبرم و یه خط به سمت بالا میکشم که هم سایم رو تمیز کرده باشم، هم این که حالت چشمام رو به سمت بالا لیفت میکنم. و بعدش از یه
رنگ روشن سایه استفاده میکنم و کامل خشکش میکنم. بعدش هم از یه مداد مشکی استفاده میکنم و داخل چشمم رو، هم لثه پایین و هم لثه بالا رو، از مداد چشم مشکی استفاده میکنم. سعی کنید مدادی استفاده کنید که هم ماندگاری خوبی داشته باشه، هم این که ریزش نداشته باشه. با این روش شما دیگه احتیاجی به خط چشم نخواهید داشت. بعدش هم من از ریملم استفاده کردم و یه ریمل کامل و پری رو میزنم. شما هم اگه دوست دارین میتونید در کنار ریمل یه موجه نیمه هم بذارین که فاینالش خیلی خوشگل بشه. در ادامه هم از یه رژگونه صورتی گلبه رنگم استفاده میکنم و یه رژ لب نود میزنم که این سایم و این میکاپم رو خیلی جذابتر و زیباترش میکنه. خیلی خوشحالم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین برای دوستاتون هم بفرستین. مرسی که منو حمایت میکنین، مرسی که منو لایک میکنین. با لایکتون به من کلی انرژی میدین که من بتونم ویدیوهای خیلی خیلی بهتری رو براتون بگیرم. توی کامنت ها حتما بنویسین که این آموزش ها رو دوست دارین، این سبک آموزش رو دوست دارین، یا دوست دارین که بیشتر با هم دیگه در ارتباط باشیم. اگر دوست دارین بلاگ بذارم، از خودم ویدیو بذارم، هم حتما توی کامنت ها برام بنویسین. دوستتون دارم.